درودی دوباره خدمت شما هموطنان گرامی. الان ما این موقعیت ها رو دونه دونه شناسایی کردیم تا به این درگاه پلومی که این بالای سر ماست رسیدیم، که اینجا یه راه ورود میده، تقسیم بندی بین اتاق ها، که اینجا شاید نزدیک به 10 تا اتاق داخل خودش فقط داشته باشه که یکیش از همه بزرگتره. اما یکی دیگر شاخص های این پلوم که اشاره بهش میده، دقیقا ما به روبرو در این قسمت که سایه افتاده، اینجا شما یک سنگی رو میبینید حالت وی شده، حالت هفتیه. به این میگن سنگ جهت، سنگ راهنما. این سنگ راهنما وقتی که شما برید از اونجا بخواید فیلم برداری و وقتی که بخواید بگیرید، بخواید نگاه بکنید، دقیقا مستقیم همین پلوم رو میده، یعنی شاخصه نهاییش اون میشه. حالا به غیر جوغن کوپ ها اینا، شاخصه رو اون داره میده و مبنای درگاه رو هم داره ترسیم داره برای ما میکنه، چیزی که در اینجا قرار میگیره. حالا فیلم برداری راه دور رو میدیم دوستان از اون بر بگیرن، خودم کنار درگاه پلوم که بهتون کاملا نشون بدم. میکنه به داخل و تعداد اتاق هایی که اینجا قرار داره، جوغن کوپ های بالا رو وقتی که شما نگاه بکنید، رو میزان جوغن کوپ ها بین 6 تا 7 اتاق کوچک و یک اتاق بزرگ که جوغن کوپ بزرگ بود که خورده بود، و اون جوغن کوپ بزرگ باز یک جهتی باز به یک راه دیگه میده، اما در کل داره چندین اتاق و بار سنگینی که در اینجا قرار داره داره اشاره داره میده. فقط میمونه عرض سالن سنگی که اینجاست، اون تونل سنگیش که اونم باید از بالا ما در بیاریم، که اونم خدمت مردم عزیز این منطقه بگیم، آثار علائمی بغل هم فیلم برداری بگیم. تمام آثار و علائم، جای وایستادن نگهبان ها، همه چی مشخصه تا میرسه به اینجا، تا میرسه به این پلوم. زوم کن رو این پلوم، زوم کن روش.
تله‌بندی که بغل کردم و دو طرفش تله‌بندی داره، تله‌بندی سنگی که داخلش داره، بار سنگینی در اینجا قرار داره که مختص جی پی اس شون میگیریم که خدمت ملت عزیز ایران نشون بدیم. حالا فهمیدیم موقعیت سالونش که عرض این سالون رو ما در بیاریم. پیروز باشیم. بارش هم بگیر نورم بگیر درودی دوباره خدمت هموطنان بزرگوار. این ور که تله میشه، در اون قسمت ما سنگ شاخص داریم که الان دارید مشاهده دارید میکنید هموطنان گرامی، که سنگ جهت راهه با جوغن کوب هایی که اینجا خورده. اینجا دو تونل میشه اینجا و دیگه این باز میشه، دو تا تونل میده، تونل بزرگ میده زیر خودش. دقیق بفهمید اینجا رو، تراشه که روی اینجا روی این سنگ در آوردن که کاملا مشخصه. حالا این آب بریزی روش. اینجا هم که خود پلوم خوبه. حالا آب ریخته، نگاه کنید تراشه رو میبینید هموطنان گرامی، تراشه که در اومده خورده، داره به اینجا داره اشاره داره میده، به ورودی هایی که برای اینجاست و به تله بندی هایی که هم از این ور شده هم از این ور سنگ رو تله بندی کردن که این درگاه رو ببندن. 2.5 متر نزدیک به 3 متر اینجا فقط عرض در میشه، باز نزدیک به 3 متر قدی در میشه. 2.5 متر 3 متر، آره همون 3 متر میشه قدی طولش، ارتفاعش میشه که تله بندی کردن. و اینجا وقتی که باز میشه دو تونل میشه، اتاق ها پراکندن که این زیر قرار دارن و یک اتاق از همه بزرگتر میشه که اتاق مقبره اصلی، الباقی اتاق ها اتاق هدایا میشن که در اینجا قرار گرفته. حالا باید بریم بالا که اندازه جوب ها رو در بیاریم، جوب هایی که در آوردن که به حوضچه ها هم وصل می شده، عرض این تونل رو به ما میده. حالا طولش رو باید ببین حساب بکنم، ولی طول این تونل چون که به چند راه ما به دو راه مختلف تقسیم میشه، باید تونل ها رو نزدیک به 5 تا نزدیک به 17 متر، یعنی 5 متر تا 17 متر میرسه. بعضا اون 17 متر رو به بالا میره، اما 5 متر اتاق نزدیکتر میشه. حالا اینجا فعلا بدرود میگم هموطنان گرامی تا ما بریم بالاش که موقعیت بقیهش هم در بیاریم که ببینیم با چه کاری دقیقا طرفیم، که البته همه چیزش در اومده. این بغل ها هم که اتاق ها جای وایستادن نگهبان ها بوده، یه قسمت داره که یا جای ایستادن نگهبان بوده یا جایی بوده که حالت آتشدان بوده که برای جای مشعل بوده، آتشی در اونجا روشن میکردن که این محیط رو روشن کنه، مسیر راهشون رو. فعلا بدرود میگم.